رسول گرامی اسلام در روزهای آخر ماه مبارک شعبان در میان مسجد آمد و روی منبر قرار گرفت و جمعیت زیادی از اصحاب به شمول امیرالمومنین علی علیه السلام قام بر جمع و حضرت مردم را راجع به آمدن ماه مبارک رمضان خبر کرد. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه. ای مردم، ماه مبارک رمضان به سوی شما آمد، ماه خدا آمد، ماه برکت و ماه رحمت، ماهی که شما در این ماه مهمان خدا هستید. خود توجه دارید که مهمانی خدا غیر مهمانی ما شماست. این جفرهایی که ما شما دارید اونا ندارد. نفس ما، نفس کشیدن ما عبادت، راه رفتن ما عبادت، خواب کردن ما عبادت، اون که برنامه ما در چارچوب برنامه های دینی باشه همه عبادت. نفس کشیدن ما لحظه به لحظه حکم تسبیح رو داره و حکم ذکر کردن و ذکر گفتن رو داره. یک ماهیست، یک حالیست از نور که بندگان خدا در این حاله از نور قرار میگیره و خداوند تمام برنامه‌های رحمت و غفران و بخشش رو درباره این بنده خودش قرار داره. ما هستیم و آمدن ماه مبارک رمضان فردا و پس فردا. از همین حالا ذهن خود را بررسی کنید و معیارهای دینی را در باطن خود مورد تطبیق قرار بدید. ببینید راجع به آمدن رمضان، ماه رحمت، ماه توبه، ماه شستشوی گناه، ماه پاکیزه کردن رو، ماه ورزش کردن و سپورت کردن رو، ماه خبر گرفتن از فقیر مستمند، ماه هم کلاس شدن با فقرا و مستمندان و دردمندان. ذهن خود رو تطبیق کنید به این حالت، ببینید آیا خوشحالید از آمدن ماه رمضان یا نگرانید. اگر احساس سنگینی و کسالت می کنید از آمدن رمضان و از خواندن نماز، این روح روح مریضیست، این روح روح ناقصیست که باید تداوی شود و باید علاج شود، که اونم در ماه مبارک رمضان. اگر حالت اشتیاق رو دارید به این امید که این ماه برسد و زودتر خود را علاج کنیم و زودتر روح را تداوی کنیم و زودتر به وضع توبه و گناه خود برسیم، این روح بسیار روح با ارزش است و باید قدر او رو دانیم. 11 ماه این معده روش فشاره و کار میکنه. بگذار مسئله روحانیتش رو بگذاریم مسائل دیگری که در روایات هست. از نظر طبیعی یک مسئول دولت 11 ماه مأمور دولت به بانک کار میکنه، به وزارت کار میکنه، در هر یک سال یک ماه دو ماه نمیدانم برای او مرخصی میده. برو آقا مرخصی بگرد دور دنیا را، برو واشنگتن، برو کجا، مرخصی، خسته شدی، کار کردی. 11 ماه این معده کار کرده، اونم کاری که کارخانه دوبی آمد به گردش هم نمیرسه، رنج میبره، زحمت میکشه، شب در فشاره، روز در فشاره، لغمه سنگین ای برمیداره، کوچیک ای برمیداره، شب روز این معده عجیب و غریب، اونم به لطف خداست که خدایا چطوری خلق کرده که برادرای ایرانی من نخنده که چرم اصفهان رو به گردش نمیرسه. 11 ماه روی این معده فشار آمده. اونم فشار نه در ایران و نه در افغانستان، فشار در اینجا که مرتب شغلمون پر کردن شده، این خسته شده بالاخره. یک مدتی به این مهلت بدید، نفس بکشه، یک مقداری مرخصی بدید به این معده، خودش رو جمع جور کنه، به فکر خودش برسه. این مسئله از نظر طبی هم اینش هست. بنابراین قد اقبل الیکم شهر الله، این قد اقبل الیکم شهر الله در اینجا و در مسجد و در شرایطی که من و شما قرار گرفته این حکم یک دوا داره، حکم یک دوای مؤثر برای یک عده‌ای که مرض داره، مریض‌های مختلف داریم، حالات روانی داریم، مشکلاتی از نظر گناه داریم، زمینه‌های گناه را ریشه‌کن می‌کنه ماه مبارک رمضان. بنابراین
آی پیر مردها قد اقبل علیکم شهر الله، آی جوانها قد اقبل علیکم شهر الله، آی خواهرها قد اقبل علیکم شهر الله. ماه خدا، ماه رحمت، ماه توبه، ماه اشک ریختن، ماه توبه کردن، ماهی که با خدا انسان راز و نیاز کنیم و تمام مسائلش رو با خدا در میان بگذاریم. ماه عشق و تجلی نور خدا و ماهی است که انسان خودش رو هم رنگ لطف خدا کند. این ماه آمده. تعریف رسول گرامی اسلام که به پایان رسید، امیر المؤمنین از وسط مجلس برخاست و عرض کرد: یا رسول الله، در این ماه کدام عمل رو انسان انجام بدهد که ثوابش خیلی زیاد باشه؟ البته در این ماه خواندن قرآن مجید، دعا کردن، شب را زنده دار بودن بسیار ثواب داره. بهار قرآن است، ماه مبارک رمضان، بهار همین قرآن مهجور و همین قرآن مظلوم که در میان دست من مسلمان ها مظلوم افتاده، در میان خانه های ما قرآن مظلومه، به خصوص در این محیط و مهجور. تلویزیون ما جای خوب داره، زرق و برق داره، رادیوهای ما برنامه های خوب داره، کست داره، ولی قرآن سالها بعد پاکجا افتاده باشه، از اون سری نمیزنیم و از اون خبری نمیگیریم. کی از قرآن خبر میگیریم؟ او زمانی که برای مرده های خود چیزی بخوانیم، یا به یاد پدر بیفتیم، یا به یاد مادر بیفتیم، از قرآن استفاده میکنیم و به یاد قرآن میفتیم، یا استخاره میکنیم. گوییم که قرآن را خداوند برای مردگان فرستاده و برای استخاره فرستاده. گوییم که جبرئیل برای همین کار آسان قرآن را فرستاده. گوییم که پیغمبر ما این همه زحمت کشید و این همه رنج برد و قرآن را نازل کرد، اونم برای این که من و تو برای گذشتگان و چار تا آیه را اونم غلط بخوانیم و اونم احترام کنیم، شبیه پیروان چرک و کلیسا بعد به تاخچه بگذاریم، بعد باشه برای یک شب جمعه، یک شب چهلومی هفته فلان آقایم، و یا هم استخاره کند که فلان گوشواره اطلاع را برای معشوقم بخرم یا نه. این قرآن برای همین نازل شده. این طور ما از قرآن استفاده کرد. محتوایش رو خبر نداریم، در باطنش اطلاع نداریم که او چی میگوید و چگونه درس زندگی و درس انسان بودن را در جامعه به ما یاد میده، در دنیا چگونه زندگی کنیم و در فردای قیامت خود چگونه آمادگی داشته باشیم. همه را فراموش کردیم. بعد هر هم که مؤمن بسیار خوبی خوبی هم باشیم، فقط به ماه مبارک رمضان، اون وقت بیاد قرآن میمونیم، بیاد به ماه مبارک رمضان تسبیح ما، جای نماز ما، مفاتیح ما قدر پیدا میکنیم. از این سال و این سال ما مسلمان قرص میشیم. همه که ماه رمضان خلاص شد، قرآن و جای نماز میگیم که مامان خدا. اصل فلسفه ماه مبارک رمضان اینه که برای همیشه باید آمادگی داشته باشیم. اون وقت امیر المؤمنین سوال میکنند در این ماه کدام عمل بسیار خوب است که من و شما او را انجام بدیم؟ که سوال خوبی هم دل من و شما هم میخواهد که این سوال رو داشته باشیم، بپرسیم که بین این همه عبادات، عبادت خوب کدام که او را انجام بدیم؟ تازه اون عبادتی باشه که ثوابش خیلی زیاد باشه، کارش خیلی کم باشه، آسان باشه، خیلی من شما هوشیاریم، عمل مفت و مجانی باشه، ثوابش خیلی زیاد باشه، یه چیزی میخواییم، چیزی که مشکل باشه نمیخواییم. ایو الاعمال افضل؟ یا رسول الله، کدام عمل در این ماه فضیلت داره؟ جمله بسیار مختصر و پر محتوا میفرماید پیامبر ما، یک جمله میفرماید: الاجتناب عن محارم الله. مفت و مجانی، نه تسبیح گشت و نه کار دارد، نه تسبیح شیطان کش، نه خیلی جگه گفتن داد، آسان آسان. چیو؟ حرام را مرتکب نشدن، گناه نکردن، آسانی که گناه نکردن، خیلی آسانه دید، خیلی جگه و ورد و نمیدن هجر خانه نمیدن، آسان. مردی گناه نکردن، از ذکر گذشتیم، از نماز شب گذشتیم، از نماز مستحبت گذشتیم، این نماز واجب رو، از روزه های مستحبت گذشتیم، این روزه اصلی رو بگیم،
که بعد فردا پس فردا با خدای نخواسته شانس بعد مریض نشی. فقط گناه نکن. بهترین عبادت گناه نکردنه. یعنی باید بشناسی حلال کجاست و حرام کجاست، واجب چیه، اونی که حرام باید انجام بده. ذکر و ورد و تسبیحش گذاشتی، فقط گناه. در مسئله طبی هم همینطوره. آدمی که مریضه و به نزد دکتر مراجعه میکند، آیا آدم اگر دوام بخوره، دکترم تشخیص بده، دوایش هم خوب باشه و بعد دکتر در قبالش میگه آقا این دوا را بخور، این شربت رو سه قاشق بخور، این گولیا را رو سه دانه بخور، نان نوشجان، اما در قبالش ترشی نخوری، سبزی خام نخوری، میوه فروشی نمیدونم انگور نخوری، یک قسمتش بخور بخور، یک قسمتش هم نخور نخور. اگر مریض آمد همه را هم خاطی و مخلوط کرد، پیچکاری را هم کرد، در دم انگور هم کامزه بخور، دوا هم خورد، زهرماری طرفی را هم خورد، این دوا اثر نمیکنه، هیچ به دکتر بگو نمیفهمم، او فهمیده تو هم نکردی، او نسخه را داده، تشخیص داده، پروگرام را برای تو بیان کرده، گفته این را بخور و این را نکن، این را انجام بده و این را انجام بده. اگر مریض آمد و هر دو را انجام داد، هم دوا را خورد و هم بدپرهیزی کرد، این مریض خوب میشه، یعنی از زودتر ازرائیل به خدمتش میرسد، خوب نمیشه. حالا اگر داکتری نرسد و دوایی نرسد، تمام دکترها گفتند بهترین دوا پرهیز کردن. اگر برفر دستید به داکتری و به دایی دوایی نرسید، پرهیز کن، چیزایی که میفهمی ضرر داره به جانت نخور. امام صادق علیه السلام می فرماید علمیت و رأس کل دوا، پرهیز کردن و اجتناب کردن بهترین چیزه برای پیدایی. یعنی از نظر جسمی هم آدم اگر دستش به دامن دکتری و دوایی نرسد، پرهیز کردن. در مسئله تجلی روح و شستشوی روح هم همینطوره. بگذاریم از مفاتیح خواندن و دعا خواندن، گناه آسان یک جمله، ولی عمل کردنش بسیار مشکل ها، موجوده یه فیلم خواهد که هم عمل نکن. گناه نکن، خیلی جمله مختصر ها، ولی عمل کردنش بسیار مشکل. گناه نکن، برادر جوانی که هستی گناه نکن، در بازاری گناه نکن، خواهر گناه، ببین چی عمل گناه داره نکن، همین. در همه اوقات بهترین عبادت همینه، به خصوص در ماه مبارک. یعنی اگر بپرسید که کدام عمل در ماه رمضان فضیلت داره، تمرین کن، زحمت بکش، جانت رو ورزش بده برای گناه نکردن. اگر این همت داری، اگر به این رو برسیدی که در گودال گناه روبرو شدی و با تمام مسائل گناه روبرو شدی و دلت لرزید و تمام وجودت لرزید و گفتی خدا، همونطوری که یوسف گفت خدا، اون وقت ثواب زیاده و روزه در نام قبول. و الا اگر به قول برادر امساک کردی و شکم را گرسنه گذاشتی و دهن را بستی، فقط تشنگی دیدی و گرسنگی، اما غیبت کردی، تهمت زدی، این طرف و انطرف چشمات مثلی چیزای اوتوماتیک دنبال زنهای مردم را افتاد، روزه خراب برادر.